راز مهم انتخابات آمریکا در یک جمله این بود که ترامپ اصلا نمیخواست رئیس جمهور شه. ترامپ تا آخرین روزها میتوانست رئیس جمهور شه با یک جنگ ساده. چرا جنگ نکرد؟ چون وقتش نرسیده بود. ترامپ بین بیداری آمریکایی ها، مردم آمریکا و دادن دانش سیاسی مردم آمریکا و بالا بردن سطح شعور سیاسی مردم آمریکا و ریاست جمهوری اولی رو انتخاب کرد، خودش رو فدا کرد تا مردمش بیدار شن و آمریکا رو گریت اگین کنه. ترامپ هنوز هست، گامبیشا هنوز ادامه داره، تازه بعد از اینکه ایران ریستارت میشه و به پرشیا تبدیل میشه به کمک همدیگر کشور بعدی را نجات خواهیم داد. پاتریوت ها باید حکومت های جهان را به دست بگیرند. مای فرند، و میگیرند. مای فرند، ما 20 میلیون تو ایران طرفدار داشتیم، الان 5 6 میلیونش خاموشن، منتظرن، منتظر یه جرقن، ولی ما میگیم مثلا 5 6 میلیون هم نیستن، 15 میلیون. خارج از کشور 20 هزار تا یار داشتیم رفیق، ما الان خارج از کشور 100 میلیون رو یار داریم، وسط برزیل، وسط فرانسه، تو آلمان، همه پاتریوت های جهان پشت ما هن. کیوانان که میبینی، هر ویدئویی که میذاشم 2 میلیون ویو میخورد. طرفدارای جان اف کندی محکم پشت ما وایسادن. این گروه عظیم پاتریوت در آمریکا حالا یک اپوزیسیون رو دوست داره که روی میز قدرت ایران ببینه، و اون اپوزیسیون میلیونیه. روی استارت مای فرند، اشتباه کرده، ایرانی ها نمیدونستن. وقتی وارد واشنگتن شدم یک سوال همیشه مغز منو مغشوش میکرد و اون اینه که چطوری مجاهدین تو رو سانسور کردن، رضا پهلوی تو رو سانسور کرد، اصلاح طلب ها سانسور کردن، بی بی سی سانسور کرد، رادیو فردا سانسور کرد، وایس آف امریکا سانسور کرد، اصولگرا سانسور کرد، سپاه سانسور کرد، انگلیس سانسور کرد، آلمان سانسور کرد. حسین، این راز رو کشف کن، در شب بخیر ایران 89 برای مردم ایران توضیح بده چه رازی پشت اینه. و جواب، یک جواب بسیار ساده است. حکومت ایران دست یک گروه نیست، هموطن یک اتاق فکری اون بالا داره که تو اون اتاق فکر از هر سازمان امنیتی هر کشوری 2-3 نفر توشن، هر کشوری تو اون اتاق بیشتر عضو داره، قوی تر. انگلیسی ها یک روحانی دارن که الان گذاشتن اونجا، و رهبر که خرکیه، هیچ کس نمیتونه روحانی رو بکشه، چون قانون اون اتاقه که همدیگر رو نمیکشیم. مثل انرژیم، از حالتی به حالتی تبدیل میشیم ولی نابود نمیشیم. یعنی وقتی حجاریان رو میزنن اون اتاق اوکی داده، بزن. برای اینکه بفهمیم مملکت دست کیه، فیلم قطار سری و سیر پوارو رو حتما ببین. خانواده‌ای که دارن کشور ایران را تیکه پاره میکنن و مردم ایران را میکشن، هر کدوم یک چاقو دارن به جسد ایران میزنن. این خانواده ای عضو داره
به نام سلطنت طلب ها. نفر بعدی که خواهرشه مریم رجویه، اون یکی برادر جمهوری اسلامیه، اون یکی که داره چاقو رو میزنه اصولگراست، اون یکی چپه، اون یکی راست، یکیش مال انگلیسه، یکیش مال فرانسه است. همه با همین چاقو رو میزنن که گیر نیافتن و میخوان داستان فیلمنامه پوارا رو عوض کنن. اما امروز 1 فوریه 2021 اینا همشون با همن و کسی که داره اون وسط کشته میشه جسد ایران است. چه شما ایرانی ها بخواین و چه نخواین، حکومت آینده ایران تو دستای منه. خواهیم دید میفر بدرود. برای پروانه شدن وقتش از پیل پرید، وقتش نقش تازگی رو بوم زندگی کشید. زمان نوزایی ماست تو کور راه سرنوشت، وقتش سرنوشت رو دوباره از سرش نوشت. برای یک فصل جدید بگو که آماده شدی، اگه نکه نگاه کن هنوز تو پیله خودی. نگاه کن تو این زمان وقتی جهان رو برده آب، کیا هنوز نفهمیدن ببین کیا رو برده خواب. همیشه گی بوده همین قصه تو تاریخ زمین، چشاتو باز کن به این قصه، فقط